السلام علیکم. به نام یاد خدا با عرض سلام به تمام شما مخاطبین خوب، عزیز، نازنین و دوست داشتنیم، کسایی که همین لحظه پرده مستطیل طلوع تماشا میکنن. باز هم سراچه فرا رسید. من فرهاد رامکیستم. شما همین لحظه ساعت 7 جمعه شب است و طلوع را میبینین به وقت افغانستان. دوستانی که از طریق یوتیوب چینل طلوع برنامه سراچه را میبینن، آرزوی سلامتی شما را همچنان دارم و در ضمنش به خواست تک تک شما هموطنهای خوبم هرچی میگذاریم، احترام میگذاریم. شما مهمانی افتر انتخاب کردین تا در برنامه سراچه بیایند و قصه های شخصی و ناگفته هایی که در دلشان است همراه ما و شما شریک کنند. زیاد پر حرفی نمی کنیم. مهمان این برنامه ما جناب استاد خلیل رحمان سعید، نویسنده و دعوتگر. جناب سعید صاحب بفرمایید. السلام علیکم. علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر ان شاء الله. بخیر. بخیر است ان شاء الله. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. بسیار خوشحال هستیم که شما رو در برنامه امشب داریم. تشکر. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. روزگار زندگی بخیر میگذره. فضل پروردگار است. الحمدلله. شکر شکر. اگر سلام علیکی با هموطنای ما داشته باشین، کامرا در خدمت شماست. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خدمت شما برادر بسیار گرامی و عزیز، هموطنان عزیز، بینندگان محترم، عرض السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دارم. امیدوار هستم شبهای بسیار خوب و منور را در کنار برنامه بسیار وزین شما سپری بکنین انشاءالله. بخیر باشین، زنده باشین. از اینکه به برنامه تشریف آوردین یک عالم ممنون شما هستم. امیدوار هستم که قصای ما را مردم هم بینده باشن تا پایانی لحظات. از اینکه آغاز میکنیم، جناب استاد چند سال دارید و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ الحمدلله 26 سال دارم. از ولایت غزنی هستیم، از مرکز ولایت غزنی. الحمدلله. خب از کدام قسمت تکش؟ از کدام منطقه؟ مرکز یک قریه داره برام شالف و قریه معروف است. پهلوی ارزو قرار داره. ما مردم ارزو میگیم، اصلا نامش آرزو بوده است. آرزو بوده. بله. یعنی فکر میکنم قریه شالف و قریه رامک هر دو متعلق به مرکز میشه، اگه اشتباه نکنم. خب انشاءالله. بسیار خوب. نام خدا همید. کسانی که دعوتگر هستند و نویسنده هستند و چهره های مفید یک تعدادش از ولایت غزنی صاحبی سوا داشتیم، اونا هم گفتم از غزنی هستیم. الحمدلله. چند بار ازدواج کردیم؟ تا هنوز مجرد هستیم. نکنید چوخی. باور کنید. باور کنید. بخاطر که فشار درس ها، برنامه های دعوتی امی فرصت را نداده که ازدواج بکنیم، ولی انشالله العزیز الله متعال میسر بکنه انشالله. خب تصمیم چند بار ازدواج را دارید؟ حتما فکر کردین در موردش که چند بار؟ ما در مورد چند همسری یک رساله مستقل نوشته کردیم. خب. و آرای علامه عبدالوهاب شعرانی و دانشمندان بزرگ چون علامه محمد عبدهو و اینا را آوردیم و گفتیم که چند همسری اگر به قیمت شکستاندن دل همسر اول تمام شود، عمل چندان خوشایند نیست. در ذات خود یک عملی مباح است. در ذات خود در اسلام عملی مباح است. برخلاف آنچه که میگویند که فرض است یا سنت است یا واجب است، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تحقیقات علما نشان میده که یک عمل مباح است و فقط در حالات ضرورت و جواز داده شده است. والله اعلم. خب امیدوار هستم که بخیر به زودی ازدواج کنید و بخیر به زودی ما پلو تویتان را بخوریم انشاءالله. جمع از انشاءالله. دوستان از تحصیلاتتان بگوین، تنها مدرسه خواندید یا مکتب هم رفتید و دانشگاه هم خواندید؟ الحمدلله ما از درسای خود را از مکتب شروع کردیم. مکتب شمس العارفین در غزنی یک مکتب معروف است. تا سنف 3 در اونجا بودیم، بعد مکتب حبیبیه کابل آمدیم. از مکتب حبیبیه فارغ شدیم. در وسط یک مدتی هم در مکتب محمود هوتکی بودیم. بعد پاهنتون رفتیم، رشته شرایط بخش فقه را انتخاب کردیم. الحمدلله ماستری در رشته تفسیر و حدیث بوده. درسای تخصصی علوم شرعی را نزد دکتر صاحب محمد ایاز نیازی رحمت الله علیه و نزد استاد ما شهید مولای غلام جیلانی عرفانی تعقیب کردیم. یعنی درسا تقریبا امتزاج بوده، خلیط بوده از درسای مکتب
و پاهنتون و درسای مدرسه الحمدلله. یک مدتی در دوره تخصص فقه شاگرد بودیم، چیزی که برای دوره افتا میگن در افغانستان، و الحمدلله اکنون در خدمت هموطنان خود قرار داریم. بسیار خوب. کدام دوران بر شما خوشایند بوده؟ دوران مکتب یا دوران پوانتون دانشگاه؟ رفتن به دانشگاه با همسینفی های جوانی که به طرف دانشگاه میرفتن؟ او فرصت ها و او سال هایی که استاد ما دکتر سب ایاز نیازی حیات داشتن، حیاتی در میان ما، یعنی سالهایی که ما در لیسانس بودیم، سالهای بسیار طلایی و خوب بوده، زیرا از صبح به درس پاهنتون می رفتیم، بعضو درسای خصوصی را تعقیب می کردیم، شبانه به درسای تفسیر استاد تشریف می بردیم و استاد راهنمایی های در حیطه علوم شرعی می کردن. یک شوق و اشتیاق خاصی برای فراگیری درسا وجود داشت الحمدلله. او دوران طلایی بوده الحمدلله، فعلا هم دوران خوب است الحمدلله. خواه پیش از اینکه به سوال دیگه بپردازم، همیشه خوشخوی هستین یا تنها خواستین در این برنامه به خاطر که همه مردم افغانستان میبینند خوشخوی خود را نشان بدید؟ خب قرآن کریم من هم میکنه از اینکه انسان خود را توصیف بکنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میره ناپسند میدانه. الحمدلله این نعمت من باب تحدث به نعمت میگم که خداوند این نعمت را شامل حال کرده که زیاد زود عصبانی نشوم، و اگر عصبانی هم شام بسیار مدتش کم بوده باشه، دوستا و برادرها و اعضای فامیل انشالله این صفت را شاید بکنن. بسیار خوب، همیشه انشالله خوشخوی بمانند و باشند. جناب استاد، میخوایم از دوران مکتب قصه کنیم. شاگرد شوخ بودید، شاگرد آرام و عاجز بودید، در کنارش نمراتتان چگونه بود؟ همیشه رقابت داشتید یا نه سطحی مکتب را به پایان رساندید؟ دوران مکتب خب حقیقتاً دورانی که در او رقابت ها معنا پیدا میکنه از صنف ده به بعد است. قبل از او دیگه تقریبا دوران نوجوانی و طفولیت میباشه. از صنف ده به بعد ما شاگردا با صنف های استاد عظیم خاموش الله متعالی عمرشان طولانی بکنه، با صنف های دکتر سب رابین، یعنی قیس رابین قرضی که معروف است، دکتر سب جمشید رسا و استادای دیگر، با صنف های از اینا مراودت داشتیم، رفت آمد داشتیم. لیسی ابیبیا بنابر بزرگیش هم مکان بسیار خوب برای رقابت ها بود. الحمدلله صنف ما هم یک صنف خوب بود. برادرها و دوستا هنوزم چهره های بسیار نازنینشان یادم هست. دوران خوب بود، نه خیر آدم شوخ نبودیم، ولی گای گای جنگ و سر صدا میشد، یعنی جنگ و سر صدا میشد، ما هم در اونجا مجبور بودیم از مظلوم دفاع کنیم. خب یعنی در کنار یک تیم، یک گروه استاد میشدید و میخواستید از یک مظلوم دفاع کنید؟ در او دوران من نمیفهم فلان مکاتب چی وضعیت است، ولی این وقت را خودم شاهد بودم که متاسفانه بدماشی در مکاتب یک رسم بود. یعنی ما شاهد بسیار حادثات بدن بودیم، راهگیری بچه ها بود و مثل از اینا دستفانه. بله بله، یعنی شاید شما می تجربه کرده باشین، دیگرها هم. از اون حیث ما هم یک تیم داشتیم، در اون تیم با وجود که درس های تربیتی برشان می دادیم، دوره های اخلاقی برشان برگزار می کردیم، تقدیرا ما و یکی از برادرای بسیار نزدیک من استاد اسدالله سعید در یک مکتب بودیم، با وجود از او یک تیمی از برادرها بود که حمایت میکرد دعوت را. دیگه اگر کسی مزاحمت میکرد به او میفهماند، اگر نمیفهمید باز در پوشش یک تلش میکرد که بفهم، یعنی الحمدلله. ولی کسی را انشالله آزار نرساندیم الحمدلله. خو جالب بوده و ای که افراد در کنار شما بودند و او هم صنفی هایتان بود دیگه؟ هم صنفی هایتان بودند، بله. چی از داخل صنف و چی از بیرون صنف، ما زیرا کنفرانس هایی که در مکتب دایر می کردیم دیگر هم جذب می شدن و برادرهایی بودند که بسیار با جرأت بودند، نام خدا کلب می رفتند و به می سبب بود که یعنی وقتی ما نماز جماعت برگزار می کردیم، اونها را که می دیدند در صف اول باز همگی تشویق می شدند. مثلا ما ساعت های 12:30 رخصت می شدیم، با نماز پیشین یک بجه بسیار کم وقت می مان، باز ما در چمن الحمدلله جماعت می کردیم. یا صنف های تفسیر داشتیم در امو وقت لیسی ابیبیا، استادای گرامی که برنامه را میبینن یعنی به این شاهد هستن انشاءالله. بسیار خوب، شما در کل میگید دعوتگر هستیم و میشه وقت در این قسمت مصروف کار هستیم تا بیشتر افراد اشخاص را دعوت بکنیم. در یک کشور که اکثریت مسلمان است، بیش از 99.4% مسلمان داریم، کیری شما به اسلام دعوت میکنید؟ دعوت قبل از هر چیز دیگری، انسان خود را دعوت میکند به طرف حق.
فریضه به نام امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایض اسلام است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش شدن از او رسب غرق شدن کشتی امت میداند. از اون حیث اول انسان خود را دعوت میکند، همیشه قرآن کریم میگوید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به خوبی امر میکنین خود را فراموش کردین؟ و انتم تتلون الكتاب، در حالی که شما کتاب را میخوانین، یعنی تورات و انجیل را میخوانین و مسلمان ها قرآن کریم را میخوانن، و در زمین بعد از خود خانواده دعوت میشود، زیرا تا زمانی که اخلاق وجود دارد، یعنی تا مدارج بلند اخلاق دعوت وجود می داشته باشد، بعد جامعه دعوت می شود. ولی من فکر می کنم فعلا وضعیت کشورهای اسلامی و به ویژه ملت ما نیازمند شدید دعوت است. مثلا وضعیت خانواده ها در کشور چقدر بحرانی است. ما همیشه سوالات هموطنان ما دریافت می کنیم، 90% از سوالات و پیام ها متعلق به خشونت های فامیلی است، متعلق به طلاق های 6 ماه بعد از ازدواج است. 6 ماه بعد از ازدواج، یعنی نه صاحب فرزند شدن نه دیگه طلاق میگیرن. فکر میکنم در این کشور گراف فضائل اخلاقی بسیار کم است، بسیار پایان است، به خاطر رسیدن به او جامعه فاضله که ارسطو و سقراط تعریف میکرد و بلکه رسول ما صلی الله علیه و سلم تعریف میکرد، به او بسیار جهد و جهد نیاز است، بسیار تلاش نیاز است. بنان دعوت برای دیگران، برای غیر مسلمان ها اگر به یک درجه ضرور باشد، برای خود مسلمان ها، برای خانواده و برای خود شخص خود دعوت کردن به مراتب در اولویت قرار میگیره. اما دعوتی حکیمانه، دعوتی با اسلوب خوب، دعوتی برابر فهم مردم که از او کسی مسخره جور نکند، صحبت های گفته شود که مردم را سوژه بسازند، تند و خشن نبوده باشد، زیرا خداوند به موسی علیه السلام میگوید که وقتی در برابر فرعون قرار گرفتی قول لین بیان کو، و قول لین را علما میگند کلام نرم است، خشن نیست. یعنی بهترین بنده خداوند در برابر بدترین بنده خداوند در امو وقت فرعون وقتی مخاطب می شود اجازه ندارد تند و خشن صحبت کند، و الله برایش می گوید که قول لینا، با قول لین و نرم در برابرش مخاطب شو. بسیار خوب، تشکر جناب استاد. باید وقفه بگیریم، پس از وقفت من برمیگردیم، سوالات زیاد دیگه هم از شما خواد داشتیم. بخیر باشین دوستا، وقفه بسیار کوتاه را با هم دیگه یکجا تماشا میکنیم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی شما را میخواهیم. تشکر از اینکه طلوع را انتخاب کردین و سراچه را بینده هستین، و یک تشکری خاص و ویژه از اپی ماسف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه و شما خسته هستین، پس حتما اپی ماسف انرژی درینگ انتخاب کنین. استاد شما میشن بنوشید، ما واقعا خسته هستم و میخواییم که خستگیم رفت شد. یعنی قبل از این برنامه شما از این انرژی نگرفته بودین؟ نمیتن، فقط این برنامه با انرژی که شما دارید من فکر میکنم که باید از چند تا روز را میل بکنیم. خب قربان تان، شما لطف میکنین. جناب استاد از فامیل تان قصه کنین، در حال حاضر با کیا زندگی میکنین، چند نفر از در فامیل و در کجا زندگی میکنین؟ کابل هستین و یا هم غزنی؟ الحمدلله الله متعالی نعمت را شامل حال ما کرد که در یک فامیل متدین و رسالت پذیر تولد شویم، و این نعمتی الله متعال است که به تلاش انسان ها میسر نیست. از من پدر کلارم در سالهای بسیار ابتدا در سال 1357 شهید شدن، در جمله شهدا هزاران شهیدی که گرفته شدن و بلاغه سرنوشتشان معلوم نشد و از برادران بسیار کدری نهضت اسلامی بودن و صاحب منصبان بسیار به نام کشور بودن. بعد الحمدلله پدرم طبیب هستند و برادرها همه در همین جا هستیم، در فامیل همه با هم یک جا زندگی میکنیم الحمدلله، و همه برادرها مصروف کارا و مصروفیت های خود هستند. دو برادرم طبیب هستند، یک برادر دیگه رشته حقوق و علوم سیاسی را خواندن، برادرم ازدواج کردن و الحمدلله فامیل های اونا هم یکیش طبیب است رشته طبابت را و دیگر علوم شرعی را خوانده. یک همشیره دارم که اونا ازدواج کردن و اونا هم دوره لیسانس علوم شرعی بودن که متاسفانه با این تحولات درسایشان متوقف شد. بسیار شوق و رغبت خاصی به علوم شرعی دارن. مادر کلانی که در حقیقت عزت فامیل ما است و سبب نور و روشنایی فامیل ما است الحمدلله با ما است،
و مادر و پدر. نام خدا. بسیار خوب. چقدر یک فامیل درس خوان و با تجربه در بخش توابت. چطور دو برادرتان هم توابت انتخاب کردن؟ گاهی وقت قصه میکنن به خاطر که مریض و مریضداری در افغانستان زیاد است و عاید خوب داره یا علاقه که نسبت به توابت داشتن؟ از من چون پدرم طبیب بودن و شخصیت پدر در فامیل بسیار تأثیر گذار است، به ویژه اگر اونا با خبر از علوم شرعی باشن، از حوزای وضعیت و روزگار آگاه بوده باشن، من فکر میکنم پدرم اگر دو بودش، یعنی بود علوم شرعیش و بود طبابتش تقسیم شده باشد، دو برادر من بود طبابتش را الگو پذیری کردن و من رشته علوم شرعی را. به می ترتیب یعنی ای با تأثی و الگو پذیری از پدرم بوده از دکتر صاحب نصرت الله شالیزی. خب قبلگاه صاحب در کدام بخش مصروف طبابت است؟ رشته ایشان داخله است، داخله و اطفال. یعنی کسایی که در علوم طبی درس خواندن میفهمن که داخله اطفال است، باز رشته داخله و می و اطفال است. پدرم امیر رشته ایشان است و برادرام الحمدلله امیر رشته ها را انتخاب کردن. خب بسیار خوب، ان شاء الله موفق باشن. هر جوان و نوجوان در ذهنش اکثرا خاطرات را میپرورانه و یا هم آرزوهای را رشد میده که بالاخره میخوای به آرزوهای خود برسه. آرزوی در ذهنتان از دوران نوجوانی بوده که تا حال یا برش رسیدین یا هنوز هم نرسیدین میخواین برسین؟ شاید آرزوهای زیادی بوده باشه و من جمله یکی از آرزوهایی که به او جهت تلاش میکنیم و تلاش بسیار زیاد به کار است ای که بتوانیم انشاءالله خلای علمای دین را در این کشور پر بکنیم. باور ما ایست و نظر ما ایست که این کشور شدیداً به علمای دینی، اهل منهج، معتدل، صاحب رسالت نیازمند است. من همیشه از دوستای خود پرسند میکنم چند تا دکتر ایاز نیازی در این کشور است. میخواهیم با تیم خود و با برادرای خود حقیقتاً یک مجموعه از علمای را تشکیل بدهیم که خود ما هم در جملهش باشیم انشاءالله، و این به نسبت ما سخت است و به نسبت خداوند سهل و آسان است که اونا رسالت خود را در برابر کشور خود و در برابر امت خود بدانند و ادا بکنند. الله متعال ما را به این هدف بزرگ برساند و این هدف یعنی علم بلندترین هدف و شرف در زندگی است. بسیار عالی. شما چند بار از شهید دکتر صاحب یاد کردید و چند بار در موردشان گفتید که شما جمع شاگردانشان بدین. خاطراتی که با جناب استاد شهید داشتید اگر همراه ما قصه کنید و شریک کنید بسیار خوشحال خواهد شدیم. چند مقطع را قصه میکنم از بخشای مختلفی که انشاءالله برای هموطنان ما درسای خوبی بوده باشند. دکتر صاحب یک شخصیت بسیار یعنی متین و عالم و متخصص و یقیناً که دور از همه تعصبات و چنانچه مردم میشناسه. صفت دکتر صاحب صفت آفتاب است که همه میفهمند. یکی از خاطراتش زندگی دکتر صاحب در خانواده. دوستان نزدیک دکتر صاحب میفهمند که جناب دکتر صاحب در خانواده به گونه دیگری مهربان بودند با همسر خود، با فرزندان خود، با اولادهای خود. یعنی یک شخصیت دوست داشتنی که در خانواده همیشه به ما یادآوری میکرد که شما چه فکر میکنین که من در خانه همین ترتیبی هستم که در بیرون؟ نه خیر، در خانه بسیار بشاشتر، چقدر که تکلیفایی که در بیرون میداشته باشم در خانه حل میشود. نو دفتر راهیان سعادت ایجاد شده بود و نو دعوت فعال شده بود. ما که رفتیم برنامه را برایش تشریح کردیم، از جیب خود 5000 افغانی کشید. بعد یکی برادر روی خود طرفش کرد، گفت دیگه پول نداری؟ گفت دکتر صاحب میدان است، پیشم یک صدی است. گفت همون صدی را بده. 5000 افغانی و 100 دلار را برای ما داد و گفت ایره به خاطر کارهای دعوتی تان مصرف بکنین. این خاطره هرگز یادم نمیاد که یکی از فرصت ها به صورت ناگهانی وارد خانه ما شد، در حالی که ما نمیدانستیم و اصلا آدرس هم دقیق شاید بلد نبوده باشند. وارد خانه ما شد، یعنی قرار بود برای لحظات کوتاهی بشینه، بسیار طولانی نشست و وقتی خداحافظی کردند برای ما گفت که باز یک مجلس خصوصی می داشته باشیم، یک مجلس خاص. گفتم درست است دکتر صاحب. متاسفانه عمو مجلس خاص بود و شهادتشان که بعد از اون نتانستیم با دکتر صاحب مجلس خاص داشته باشیم و آنچه که می گفتن چی بود والله اعلم.
شما را بیشتر در ایراکی ها تشویق کرده و تشویق میکنه که شما میتونید باید پیش برید، باید آنچه که در فکرتان دارید او را عمل کنید. یقینا که مشوق اصلی الله متعال است، زیرا در قرآن کریم بیان کرده است که من احسن قولا ممن دعا الی الله، چه کسی خوش گفتار تر از او کسی است که مردم را به سوی الله دعوت میکند. و در مورد علما فرمودند که علما تنها گروهی است که از الله میترسند و رابطه میان عالم و رابطه میان خود را یک رابطه بسیار نزدیک وصف کرده است. بنان تشویق، تشویق الله متعال است برای کسانی که دهی را میرود. طبعا نقش فامیل و خانواده بسیار یک نقش تعیین کننده و سازنده است. اساتید ما جناب دکتر صاحب محمد ایاز نیازی و مولوی صاحب غلام جیلانی عرفانی که دو قطبی بود که ما نزدشان درس خواندیم، بسیار شدید مشوق بودند و همیشه ای را بیان می کردند. من یادم است که با الفاظ بسیار زیبا در حلقه درسشان که می بود وقتی حضور پیدا می کردیم، بعد می گفت که شما این برادر را می شناسین، برای دیگر دوستان می گفت فلانی است و فلانی تالیفات را کرده و چی ترتیبی. یعنی این یقینا یک احساس را در وجود انسان زنده می کرد. ولی من با هم نسلای خود و برای مخاطبان خود میگویم که یکی از قوی ترین تشویق هایی که انسان در مسیر رسیدن به هدف ممکن صاحب از او شود جریان کار است. وقتی میبیند که تعداد مردم الحمدلله دهی را میآیند، وقتی میبیند که نتایجی میآید، دست فقرا گرفته میشود، خیری به جامعه رسیده میشود، لبخند بر رخ کسی آورده میشود، سوال و استفتاء و مشکلی یک کسی در بعد شرعی حل میشود، این بر انسان انگیزه میدهد که در این راه دیگه هم در خدمت مردم بوده باشد. زیرا پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فرمود که بهترین مردم کسی است که در حقیقت برای دیگران انفع بوده باشد، نفعش بیشتر بوده باشد. بسیار خوب. در مورد کتابای که همراهتان آوردید میخوایم صحبت کنیم جناب استاد. سیر در زندگی، افکار و خاطرات استاد شهید را نوشته کردید، معلم افغانستان دکتر محمد ایاز نیازی. امور رقم کتابای دیگه که همراهتان آوردین، چی وقت شما فهمیدین که میتونین یک نویسنده باشین و بنویسین؟ اما همکارا میگه که باید وقفه بگیری. ببخشید بسیار زیاد این در آخرا گفتن، اگر نیمه کار نمیگه و خیر باشین. پس از وقفه حتما خواهد پرسیدیم. دوستا بیاین یک وقفه که بسیار کوتاه را با هم دیگه یک جا تماشا کنیم. پس از دیدن وقفه ما رو فراموش نکنیم که جناب استاد در مورد کتابایی که نوشته کرده صحبت میکنه. یک سلام دوباره دارم به ایزایی که جدیدن همراه ما یک جا شدند و سراچر تماشا میکنند و یک تشکری خاص و ویژه از حمایت مالی آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. چه کیف میکنه در این فصل تابستان و آب میوه 100% طبیعی نتروسی. جناب استاد، آل در مورد کتابایتان میخوایم صحبت کنیم. چطور نویسنده شده؟ نویسندگی یعنی همانند بسیاری از بخشای دیگری که یک انسان دعوتگر و طالب علم و عالم شرعی باید داشته باشه، بیشتر باید از دید رسالت دیده شود. وقتی از دید رسالت و مسئولیت میبینیم، ناخودآگاه به این میدان وارد میشویم بدون از این که یک روزی نقطه آغاز داشته باشد، بلکه میخواهیم بنویسیم برای رفع چالش های فکری کشور خود، برای رفع مشکلات در حقیقت معرفتی که در کشور وجود داره. سلسله مقالاتی می نوشتیم و با برادرای خود تبادله می کردیم. بعد برخی از این سلسله مقالات مورد استقبال علما و اساتید قرار گرفت، بعد یک مجموعه شد. باز ضرورت دیدیم که راجع به برخی از شخصیت ها بنویسیم. تمام نوشته ها متعلق به وضعیت و جوی بوده که در کشور حاکم است. همه رشته ها چنین است. من دوست دارم به برادرای خود در همه رشته ها بگویم که طبیب، مهندسی، شرایط، اگر به دیده کسب به او نگرسته شود یک طرف قضیه است، اما اگر به دیده رسالت به او نگرسته شود بعد یک طرف دیگری است و یک مسیر دیگری دارد. بسیار خوب. من میخواهم در مورد کتاب معلم افغانستان، سیر در مورد زندگی استاد دکتر
محمد عیاض نیازی صحبت کنیم. در چقدر وقت معلوماتان کافی کردید؟ موارد را نوشته کردید؟ با کی صحبت کردید؟ چطور خواستید که کتاب را بنویسید؟ و چقدر مردم علاقمند خواندن همچی کتاب ها هستند در افغانستان؟ بعد از شهادت دکتر سید محمد عیاض نیازی، چون بالای دفتر ما بسیار حق زیاد داشت و بالای ما به عنوان شاگرد، دو نفر از طرف دفتر مسئولیت گرفته، ما و برادر بسیار عزیز و گرامی استاد عبدالرحمن محمود که در اونجا اسم مبارکشان نوشته است، ما مسئولیت گرفتیم که باید راجب دکتر صاحب کتاب را تدوین کنیم، راجب صفاتش، خصائل، ویژگی ها و شخصیت. یعنی حدودا این کتاب، چون وضعیت بسیار اضطراری بود، نزدیک به دو ماه وقت گرفت تا این کتاب طبع شد، با استادا و همسنفی های دکتر صاحب صحبت شد. فکر میکنم بسیاری از دوستای نزدیک به دکتر صاحب امراشان صحبت شد، برخی از رجال سیاسی امراشان صحبت شد و خاطراتشان گردآوری شد. طبعا کار به این خاطر دشوار بود که برخی از حالت ثبت به حالت تحریر و کتابت می آوردیم. الحمدلله تکمیل شد و ما ای را از فضل و بزرگی جناب دکتر صاحب می دانیم. حقشان بر ما و بر ملت ما بسیار زیاد است و اتفاقا این کتاب بسیار استقبال شد در میان هموطنان ما. دو کتاب تقریبا میره به چاپ دو. کتاب سنوش اندیشه خو اصلا نمانده، می یک دانه بسیار به سختی پیدا کردم و کتاب دکتر صاحبم میره به چاپ دو. بسیار زود ترجمه شد، یکی از اساتید پاهنتون ترجمه شد به زبان پشتو و عهده‌دار شدند و الحمدلله ترجمه شده که در این سالیای دکتر صاحب به خیر و به خوبی طبع خواهد شد، فضل پروردگار زود به سرانجام رسید. خب، بخش اولش نگاه کلی به زندگی دکتر صاحب است، بخش دومش مقالات شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و اجتماعی کشور است، بخش سومش هم اعلامیه‌های سیاسی است که چهره‌های سیاسی در مورد دکتر صاحب پیام‌های واضح و مشخص داشته، مشخصا نامه کرزی و چهره‌های دیگر. بسیار خوب، بسیار عالی. دیگر نام خدا در این سن سال قدر کارها تو از قدر از عهده قدر کارها شما میتونین برای یقینا که در برابر الله متعال شرمنده هستیم و در برابر ملت خود، به خاطر از اینکه از این فرصت جوانی باید بسیار خوبتر و بهتر استفاده میشد، ولی قدر وسع تلاش میکنیم و لحظات را استفاده میکنیم، ولی واقعا که ما کمکار هستیم با حجم پسمانی علمی که کشور ما داره، با مشکلات بزرگ اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی که دامنگیر کشور ماست. من فکر میکنم نیاز بسیار کار است. ما باید فرزندان نخوابیدن بوده باشیم، قول مرحوم علی شریعتی، باید نخوابیم، زیرا یک وقتی به اجبار میخوابیم. اقبال لاهوری رحمت الله علیه شعر بسیار زیبایی دارد و این به همه هم نسلان ما برای من و برای شما صدق میکند. میگوید امیر قافله خیز و پیهم کش، امیر قافله خیز و پیهم کش که در قبیله ما حیدری ذکراری است. ما نسل جوان باید بسیار پیهم و بسیار با جهد و تلاش بکنیم، زیرا در قبیله ما حیدری و شجاعت از بابت بسیار تکرار است. بسیار خوب، شما که نام خدای قدر کار میکنین، هنوز هم میگین که کار نمیکنید. ما کسایی را میشناسم، جوانایی را میشناسم که از در 12 ساعت یک روز فقط 2 ساعتش میرن کلاب پرورش اندام یا زیبایی اندام، متباقی تمام روز شام استراحت هستن. و این خطر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گریزت کرده و این تنبلی است که اسلام را بسیار بد میبیند و پیامبر از این به خدا پناه خواسته است. رسول ما صلی الله علیه و سلم از کسالت و تنبلی به خدا پناه خواسته. لازم است که به حیات خود دوباره فکر کنیم. آها، در بخش از سخنایتان در مورد بردباری و صبر خانم ها صحبت کردین. گفتید که خانم هایی که در مقابل مردان فامیل خود به این شکل صبور هستند، به یک نحو جهاد میکنند. چی معنی این گپا و حرفا و قصایتان جناب استاد؟ این تعبیر رسول ما صلی الله علیه و سلم است. خانمی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و برایش گفت یا رسول الله، مردا خوب به جهاد میروند، کارهای بیرونی را میکنند، ما چی باید بکنیم؟ اجر و فضیلت ما چی ترتیب میشود؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم به الفاظ بسیار زیبا برایش گفت که کار کردن شما در خانه، رعایت امور منزل
در حقیقت این جهاد است. ببینید استاد، میخوام اینجا مکسی کوتاه داشته باشیم. یکی تمام بیرون است، تمام بیرون، فکر کنید کل کره زمین، و یکی یک محیط خانواده است، خانه. اسلام همین محیط خانه را، رعایتش را بیشتر از رعایت کل دنیا لازم دانسته و به این خاطر امیر تعیین کرده. مسئول رعایت امور خانه بسیار زیاد خانم است، در این حال که شوهرم هست و امور بیرون را بر عهده شوهر گذاشته. یعنی این تقسیم مراتب شده است به این معنی که خانم در بیرون کار نمیتونه، مجاز نیست، میتونه یا شوهر در داخل کار نکنه، بله کار بکنه، اما مسئولیت ها است. از این حیث میگویم آن تلاشی را که خانم در خانه میکند بنابر بشارت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این در راه الله متعال جهاد حساب میشود و خداوند به اجر بزرگ را مرتب کرده است. همچنان که در مورد شوهران گفتیم و گفتیم که معیار خوبی شما خانم هایتان است، و من نمیگم، بلکه پیامبر ما میگوید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما چی کسی است؟ زیاد نماز خوان، زیاد صدقه دهنده، زیاد ذکر کننده. خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما کسی است که با خانم خود خوب بوده باشد، و من نسبت به همه شما با خانم خود رفتار خوب دارم. آلیست آلیست، بخیر باشین جناب استاد. باید وقفه بگیریم، پس از وقفه من برخواد گشتیم. عزیزایم، دوستایم، وطندارایم، وقفه بسیار کوتاه. دوباره یک کم زود بیا، دوباره زود برمیگردیم. آرزوی سلامتی تان دارم و در کانون گرم خانوادگی تان لحظات خوب و خوش و صمیمیت داشته باشین دوستان. و یک تشکری خاص از اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی جادو کنه پس اپی ماسیف انرژی درینگ انتخاب کنید. چی یک طعم داره؟ جناب استاد، در مورد کار کردن مردها در خانه چی نظر دارین استاد؟ و اسلام در این مورد چی گفته؟ اسلام در این مورد امر کرده، مثل که به نماز امر کرده، مثل که به روزه امر کرده، در این مورد امر کرده و گفته است و عاشروهن بالمعروف، با همسرانتان به بهترین شکل تعامل کنید و رفتار کنید. یکی از او تعامل خوب کار کردن در خانه است. از این خود میگم یک امری خداوندی است، بلکه سنت رسول ما صلی الله علیه و سلم است. سرور اکرم صلی الله علیه و سلم شیر را برای خود و خانمای خود خودش می دوشید، کالای خود را خودش بینه می کرد، در امور خانه سهم می گرفت، در حالی که قائد اعظم بود، رهبری بزرگ بود، عالم عالمیان بود، بلکه در نزد خداوند بزرگترین مخلوق بود، با وجودی از او بسیار زیاد در امور خانه توجه میکرد. از این حیث یعنی قبل از اینکه نظر بتیم میگویم این امر خداوند است که خداوند گفت و عاشروهن بالمعروف. بسیار خوب استاد، در حال حاضر مصروف چه کارا هستین؟ 8 ساعت کاری یا 12 ساعت یا هر قدر کار میکنید چه میکنید؟ یک قسمتی از رهبری که در حقیقت بخشای مختلفی دارد، بخشای خیریه، بخشای علمی، بخشای تربیتی، مصروف مدیریتی از او هستیم. در زمین علاقه دارم که بیشترین فرصت را برای درس ها و کسب علوم بتم. بعض از دوستا گفتن که شما در حال حاضر اطفال یتیم و افراد به وضعیت را همچنان کمک میکنید. یک بنیاد خیریه است، برای بنیاد خیریه راهیان سعادت که مسئولیت رهبریش نزد ما است الحمدلله. در او به صورت بسیار کم، یعنی هر ماه در حدود 12 تا 18 فامیل حمایت میکنیم الحمدلله. در زمین پرورشگاهی ساختیم، برای پرورشگاه آیت جدیدا فعال شده. در این پرورشگاه میخواهیم حقیقتا نسل طلایی بسازیم. بالای هر طفل دانش آموزی که در این پرورشگاه به صورت ماهانه مصرف میشه 6 تا 7 هزار افغانی است، 6 تا 7 هزار افغانی، و تمام امکاناتش برابر میشود تا در اینجا درست تربیت شود، علوم دینی، علوم عصری، زبانها، کامپیوتر، حرفه های مختلف، 3-4 حرفه ای که مد نظر گرفته شده. تقریبا 26 مهارت در این پرورشگاه درس داده میشه. یعنی تصور ما است که انشالله بتانیم یک نسل طلایی و نسل ناجی، نجات دهنده کشور در عالم اسباب تقدیم جامعه بکنیم. بخیر باشه. تعداد از کامنت هایی که به آقای صاحبی آمده بود در یوتیوب ما خواندم در برنامه سراچه، و بعضی ها اونا رو متهم کرده بود، گفته بودن که گویا شما افراد هستید که
به نام یتیم و به نام افراد بی‌وضاحت و به نام این و آن از مردم پول میخواهید و پول به شما میاید و یک مقدار کلان پول را به جیب خود میزنید. گفتنی شما چیست؟ میخوایم بگویم که باید صداقت را اختیار بکنیم و باید گزارش شفاف برای مردم بدیم، ولی برای این اتهام تنها به آقای صاحبی نیست، بلکه به تمام کسانی که در جمع شما هستند و است. چی کسی از گپ زدن خالی است؟ حتی در مورد خداوندم گپ میزنند و حتی در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و امروز برای پیامبر چی میگویند؟ یعنی من نمیخوام بگویم که من بسیار شفاف هستم، برادر ما را که یادآوری کردن بسیار آدم صادق است، یا چی کسی صادق است، یا من به این کپ ندارم. من میخوام بگویم که وقتی از مردم کمک جلب میکنیم، رعایت شفافیت را بکنیم، برای مردم صادقانه پاسخ بدهیم، چی هر بنیاد و نهادی بوده باشد. ولی اگر توقع داشته باشیم که مردم گپ نزند، مردم حتی در مورد خداوند و پیامبرش هم گپ میزنند. خب در کل شما اصلا با این کارهایتان به فکر جیب خود نیستید، درست؟ الحمدلله امکانات زندگی به گونه‌ای بوده است که اول خب ببخشید باید تصحیح بکنم که نهاد علمی و تربیتی و اجتماعی است که کارهای خیریه یک بخشی از این است، یک بخشی از این است و در امور بخش خیریه یک اداره مستقل وجود دارد، برادران مستقل مسئولشان هستند، راپورها و گزارش ماهانه منظمی را که ارائه میکنند، یعنی او یک مسئولیت جداگانه است و الحمدلله خداوند ما را بی‌نیاز کرده است که حتی من شخصا صنف درسی دارم، صنف درسی آنلاین، حتی پولی که از او میآید مثلا در 25 دقیقه برای ما 10,000 میآید، ما او پول را یک افغانی اش را خودم نمیگیرم الحمدلله. و در این مدتی 6 سال یا 7 سالی که کار کردیم، در حالی که الحمدلله ده ها کارمند وجود داره، ما از پول دعوت و از نان دعوت یک افغانی هم به خود نگرفتیم و این تعهدم است که انشالله نمیگیرم، بلکه مهنتی دیگه ما مثل سایر اعضای جامعه باید کار کنیم و از کف دست خود نان بخوریم. بسیار خوب، این ای سوالات را به خاطر پرسیدم که بعض از هموطنهای ما سوالشان حل شود در ذهنشان هر آن چیزی که باقی بود در مورد شما و امثال شما. باید وقفه بگیریم و بخش پایانی برنامه را فراموش نکنین. چند عکس بسیار جالب از استاد پیدا کردیم، با شما شریک خواهد کردیم. بابا باشین استاد. بخش آخر برنامه و یک سلام بسیار تازه و سرد باشه به خاطر که هوا گرم است خدمت تمام شما هموطنهای خوبم. یک سپاسگزاری ویژه و خاص از حمایت کننده برنامه آب میوه 100% طبیعی نتروسی با دمای مختلف به بازار آمده. اگر یک بار امتحان کنید مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنید. نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنیم از شان. و بخش پایانی برنامه از جناب استاد چند عکس داریم از شما، عکس ها را با هم دیگه میبینیم و در موردش صحبت میکنیم. بعد از او حتما قصه های دیگه خودم خواهد داشتیم. اولین عکس با دکتر صاحب شهید حیاض نیازی در خانه ما است و تازه از عمره آمده بودیم. دکتر صاحب آمدن غافل گیر کردن و بسیار زیاد نشستیم، یعنی صحبت کردیم، سر و صداهایی بود راجع برخی از ملاها که صحبتهایی کردن، یعنی خطیبای مساجد، و دکتر صاحب بسیار قهر بود و میگفت برای فلانی تماس گرفتم که صحبتها چرا در منبر میکنی برای فلانی، الله مغفرتشان بکنه. آمین آمین. عکس بعدی این سلسله دروس است که الحمدلله برای خواهرها داریم و فضل پروردگار ادامه دارد فعلا، یعنی هر پنج شنبه برگزار می شود و جمعی غفیری از خواهران در اونجا اشتراک می کنند. بسیار خوب. این دیگه حتما دوره مکتب است. این دوران جهاد است، ولی در لیسه ابی بیا و شاگردایی که بعد از تایم درسی می آمدند و درس تفسیر را فرا می گرفتند. خب شما در این زمان خودتان هم شاگرد بودید؟ بله، یعنی مثلا وقتی تایم ما 12 بجه ختم می شد، نماز جماعت را می خواندیم، باز در پایان لیسه ابی بیا صنفای خالی که می بود شاگردا می آمدند به اونا درس تفسیر می دادیم. و سبحان الله با حوصله و همتشان بسیار به شوق میشیشتن و درس استماع میکردن. نام خدا نام خدا. عکس بعدی او استاد نه اسبم دوست داشته است با یکی از اماکن سیاحتی کابل است. بله
خب اسب سواری را دوست داری تو از یک بار شدیدن هست. شدیدن دوست دارم بده نه من میترسم خود نمیترسی از اسب کم کم بلدیت کار داره واسادم بیخی هم راش رفیق میشه خب 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 بسیار خوب آخرین عکس هم صنف نو هستم پهلوی ما یکی از استادای بسیار با افتخار شهید استاد محمد عاطف قرار دارد و من پیش از اونم درس میخواندم یکی از تالارهای معروف علمی در کابل در او وقت بود و به من مسئولیت داده شده بود که راجع به کدام موضوع صحبت بکنم صنف نو بودیم این وقت بسیار خوب تشکر جناب استاد میخوایم باز هم بفهمم و بدانم شما در آغاز برنامه گفتین که خواهرتان در پوانتون نیمه ماند و به اساس شرایطی که فعلا وجود داره و دختر خانمان نمیتونن به پوانتون برن وضعیتشان چطور است؟ گاه همراهشان میشنید نمیگن که برادر شما هم خو عالم هستین شما هم خو دعوتگر هستین شما هم مردم بالایتان حق داره مشخصا دختر خانم ها بالایتان حق داره که چیز بنویسین چیز بگین در صفحات اجتماعی و یا هم بشینید بعض از یک گروه برید نزد وزارت معارف نزد وزارت تحصیلات عالی صحبت کنید همراهشان استدلال کنید تا یک راه کار رو یک چاره به این معضل ایجاد شه و پیدا شوه بلکه بیشتر از خواهر ما بسیاری از خواهران دیگر پیام میگذارن و ما این یک ضرورت بسیار شدید میدانیم و بارها صحبت کردیم و می خاطر صحبت‌ها یعنی صحبت‌های آزاد ما چندین بار دعوت شدیم از سوی برادران و مسئولین ما با پیش از اون نرفتیم بلکه اونا ما را دعوت کردند و توضیح خواستند که چرا این موضوع را گفتین و چرا این موضوع را گفتین یعنی یک ضرورتی است که حتی برادران ما در امارت اسلامی هم حتی به این اقرار میکنن ولی ما از الله متعال تمنا داریم که زود این دروازه باز شود همیشه گفتیم که قبل از درس مردها درس زنها مهم است قبل از درس زنها مردها درس زنها مهم است زیرا مردان در دامنی که تربیت می شوند در خانواده ای که تربیت می شوند او مادران مهربان و دلسوز و عالمه در حقیقت مربی می باشند به می اساس استاد عبدالحمید بن نبادیز او دانشمند مبارز الجزائری گفت که اگر یک مرد را درس می تیم و آموزش می تیم یک مرد آموزش دادیم ولی اگر یک خانم را آموزش می تیم یک امت را آموزش دادیم و بارها یادآوری کردیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی فهمید که یک زن باسواد در مدینه آمده عاجل نفر را آن کرد و گفت که بیا به خانم مدرس بده یعنی املا و انشا را برای خانم میاد بده از این یک ضرورت است و فرض است در این مورد نوشته کردیم و در این مورد گفتیم تا حد ممکن الله متعال میسر کنه که دروازه های علم و دانش دوباره باز شود و این نزد خداوند آسان است چطور همراه دوستتان آقای محمود عبدالرحمن و محمود با امریکا نرفتید و اونا تصمیم گرفتن برن شما مانده ما کارهای دعوتی را تقسیم کردیم تعداد برادرها بخیر اونجا بوده باشن و دعوت را حمایت کنن و تعداد در اینجا مجری کارها بوده باشن الحمدلله یک جمع زیاد استاد عبدالبصیر صلاد استاد اسدالله یک جمع زیادی که اینجا هستیم و یک جمعی از برادرهایی که در بیرون هستن الحمدلله با هم مشترک کار میکنیم از فرصت های تحصیلی یا تدریسی که در حال حاضر در افغانستان زمینش مهیا است حال وضعیت خوب است یا دوره های قبلی خوب بود فرق میکنه معیارها چطور است فعلا در حال حاضر بعض دوستا شکایت میکنن میگن معیار بسیار پایین آمده کیفیت پایین آمده درس نیست استاد نیست و... متاسفانه بسیار از مشکلات به وجود آمد در بسیار از بخشا تغییرات بسیار مثبت آمده مثلا اجازه بدین که تقدیر کنیم از شاروال کابل من نمیدونم کی است و در مورد هیچ نشنیدیم ولی شما کارایش میبینین یعنی واقعا قابل تقدیر است در عرصه تحصیلی و تعلیمی کشور ما متاسفانه دچار یک کار بسیار طولانی است و نباید این کار بر جنازه کار دیگری بنا شود یعنی وقتی شما میایین کار میکنین باز من که اومدم کارهای شما رو کلش خط بزنم و باید نهادهای تحصیلی و علمی از کار سیاسی و از رفتارهای سیاسی جدا شود این تقاضای ملت است علم علم است دانش دانش است کشور ما اما قدری که به عالم دین نیاز است به طبیب دلسوز نیازمند است به انجینیر نیازمند است به روانشناس در حوزه زنها بیشتر از مردا باس در حوزه زنها بیشتر از مردا و این نیاز کشور است و این ضرورت است و این امر شریعت است تشکر جناب استاد عزیزی که دعوت ما را پذیرفتین افتخار بسیار بزرگ است که شما را در برنامه سراچه داشتیم بسیار خوشحال شدم که دیدمتان جناب استاد بخیر باشید تشکر از شما و تنداران خوب و نازنین
که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد که بازم حضورتان میایم، همتان به خداوند میسپارم. همیشه خوبی ها و خوشی ها از آن شما باشه. لبخند فراموش نکنین. خدا نگهدار. خداحافظ. تشکر.